خب چیزی که شما دارید میگید یعنی داشتن اضطراب به واسطه یه امتحان یا آزمونی که قراره در آینده درش شرکت بکنید ریشه در سه تا مسئله داره. شما با حل کردن این سه مسئله میتونید این اضطرابی که در رابطه با امتحان دارید رو در خودتون حل کنید. مسئله اول عدم تطبیق ذهن و جسم، یعنی زمانی که ذهن شما به آینده سفر کرده یا به گذشته سفر کرده و همش افکار شما حول محور و پدیده‌ای که در آینده قرار اتفاق بیفته یا در گذشته اتفاق افتاده و در زمان حال نیست، عموماً اضطراب و افسردگی ارمغان این سفر ذهنیه. در نتیجه زمانی که به آینده شما در حال سفر کردن هستید عموماً اضطراب رو در خودتون تشدید میکنید و زمانی که ذهنتون به گذشته رفته عموماً افسردگی رو براتون برمقام میاره. پس در نتیجه گام اول اینه که شما به خودتون کمک بکنید که بتونید ذهن و جسمتون رو با هم تطبیق بدین و از تفکر بیدلیل نسبت به پدیده هایی که در زمان حال الان زمانش نیست جلوگیری بکنید. بهترین شیوه‌ای که میتونید استفاده بکنید مایندفولنس یا توجه آگاهیه که میتونید از در واقع درمان‌های مبتنی بر مایندفولنس یا توجه آگاهی استفاده بکنید تا بتونه به شما کمک بکنه این ناهماهنگی ذهن و جسم رو حل بکنید. مسئله بعدی که شما باید بهش توجه بکنید خطاها و ذهنیت شناختی نامناسبیه که شما الان دارید. عموماً افرادی که دچار استراب و ترس و استرس در رابطه با امتحان به ویژه میشن عموماً دارای یک سری خطاهای شناختی هستند و عموماً در تفکرشون حضور این خطاها باعث تشدید و به وجود اومدن این استرس و استراب میشه. به عنوان مثال شما میتونید دارای خطای شناختی همه یا هیچ باشید، یعنی همه دستاوردهای زندگی خودتون رو در آینده اومدین به دو بخش سیاه و سفید تقسیم کردید که یا در این امتحان من قبول میشم یا رد میشم، یا میتونید دارای خطای شناختی تعمیم دادن باشید، در واقع همه بخشهای زندگی رو تعمیم دادین وابسته کردید به نتیجه این امتحان و در واقع گویی که شما در این زندگی در این حیات فقط یک دونه مسئولیت دارید و اونم دادن این امتحان. وقتی شما دوچار یک شناخت غلط از وقایع و مسائل پیرامونی خودتون میشید و تفسیر اشتباهی از این پدیده ها دارید در خودتون میتونید اضطراب رو ایجاد بکنید. پس ما اینجا متوجه میشیم که نگاه، ماهیت و عملکرد این آزمون و امتحان در ذهن شما فقط یک امتحان ساده نیست، یعنی برای شما فقط یک امتحان نیست، بسیاری از جنبه‌های دیگه زندگی شما گره خورده به این امتحان و در نتیجه مسلماً با از دست دادن این آزمون، با رد شدن در این امتحان، شما فقط در این امتحان رد نمیشید، گویی که شما بخش بزرگی از زندگی و قسمت‌های دیگه‌ای از زندگی خودتون رو هم از دست میدید و در نتیجه خب اضطراب در شما تولید میشه وقتی شناخت شما از این آزمون به این صورت باشه. پس در اینجا شما میتونید از آموزه‌های شناخت درمانی CBT استفاده بکنید تا بتونید این ماجرا رو حل بکنید و در مرحله بعد، یعنی گام سوم و حوزه سومی که شما حتما باید بهش توجه بکنید اینه که حضور وسواس و کمالگرایی رو باید در خودتون بررسی بکنید، به واسه اینکه عموماً اون دو عامل اول، یعنی عدم تطبیق ذهن و جسم و داشتن خطاهای شناختی، در کسانی که دارای وسواس یا کمالگرایی باشن دیده میشه در رابطه با استرابی که شما دارید، یعنی استراب از نداشتن یک عملکرد خوب در امتحان یا آزمون، به واسطه این که افرادی که دارای وسواس یا کمالگرایی هستن استانداردهایی رو برای خودشون متصور هستن که عموماً این استانداردها یا بسیار بالا و دست نیافتنیه یا انجام دادن و رسیدن بهشون غیر ممکنه و یا همواره در حال تغییره، یعنی وقتی فرد
نزدیک به مرزهای این استاندارد میشه، مرز این خوب بودن یا این استاندارد یا این کمال تغییر میکنه و هی جلوتر میره و در نتیجه فرد همواره در حال تلاشه که خروجیش میشه استراب. در نتیجه عموما کسانی که دارای وسواس یا کمالگرایی هستن اهدافی رو در امتحان یا در آزمون برای خودشون متصورن که این اهداف عموما میتونه با قابلیت‌ها یا توانمندی‌های اونها متضاد باشه و عموما میبینیم که با قابلیت‌ها و توانمندی‌های یک انسان اصلا جور در نمیاد و یک در واقع چارچوبی رو تبیین کردن که دسترسی به این چارچوب عملا غیر ممکنه و در نتیجه افراد زمانی که به این چارچوب نمیتونن برسن درشون اضطراب ایجاد میشه. و عموما شما باید یادتون باشه که این اضطراب در افرادی که دارای وسواس یا کمالگرایی هستن کارکرد داره، به واسطه همینه که ذهن میاد این اضطراب رو تولید میکنه. در واقع این اضطراب زیرش یک سود و فایده ای هست و یعنی فرد این کار رو انجام نمیده. سود و فایده این اضطراب چیه؟ سود و فایده این اضطراب اینه که تصور این رو در فرد ایجاد میکنه که من با داشتن استراب میتونم بیشتر درس بخونم، میتونم بیشتر فعالیت علمی داشته باشم. فرد تصور میکنه که اگر استراب داشته باشم، حضور استراب باعث میشه که من بیشتر تمایل به درس خوندن داشته باشم، به واسطه این که برای از بین بردن این استراب مجبورم بیشتر درس بخونم، تلاش بیشتری بکنم تا بتونم این استراب رو از بین ببرم و هی به خودم امید بدم که نه، من حتما امتحان رو قبول میشم چون دارم بیشتر تلاش میکنم. در نتیجه حضور استراب رو مساوی با یک سود و یک کارکرد میبینه فرد و تصور میکنه که اگر استراب نداشته باشه به هیچ وجه کاری نمیکنه. در نتیجه در این مرحله شما در این گام سوم نیازمند این هستید که ریشه های این استراب رو که میتونه در وسواس کمالگرایی باشه و ماهیت و عملکرد این استراب رو که شما میتونید سودمند بدونید هدف قرار بدید و حلش بکنید، که میتونید از درمان های متاکاگنیشن که از موجهای سوم شناخت درمانی هست استفاده بکنید که تمامی این اهداف رو در شما ایجاد بکنید.